سلام به رادیابی خوش آمدید. در این برنامه روی موجودیت فساد اداری در وزارت امور داخله و چگونگی مبارزه رهبری این وزارت با این پدیده می‌پردازیم. وزارت امور داخله از نهادهایی است که به دلیل موجودیت فساد مالی در آنگاه وزارت مملو از مشکل و قلب فساد هم نامیده شده است. چگونگی برخورد پلیس با مردم، حیف و میل فرماندهان، از امکانات و امتیازات پلیس، استفاده شخصی از صلاحیت های وظیفوی، خودکامگی شمار از فرماندهان ولایات، موجودیت فساد در بخش لوجستیک و تعمیرات و چگونگی تغییر و تبدیلی در این وزارت از موارد درشتی هستند که روی آن انتقادات جدی مطرح می شود. یافته های ما نشان می دهد که در تقرری ها و تبدیلی سربازان و افسران پلیس از ولایات به کابل فساد گسترده جریان دارد. در تقرری ها و تبدیلی سربازان و افسران در نقاط کلیدی و پردرآمد فساد صورت می گیرد. از امکانات و صلاحیت های وظیفوی توسط شماری از افسران از قماندانی بلوک تا قماندانان امنیه استفاده سو صورت می گیرد. بیشترین فساد در بخش لوجستیک و تعمیرات وزارت داخله جریان دارد و از نان، لباس و تجهیزات نیروهای پلیس دزدیده می شود. این فساد اداری است که نظم و دیسپلین و قوانین همه چیز از بین برده. در تمام وزارت ها فساد وجود دارد، مخصوص در وزارت داخله. اینا هر قماندانش در هر منطقه که از او مستقل است. هیچ نبا کنم قانون بسیار کمش، البته یک تعدادش به قوانین هیچ ارزش نداره بیشتر. اگر قراردادی هست، اگر نان سرباز است، اگر ماکولاتش است، اگر مسئله دریشی و غیرش است، حق خدا میگیره در تمامش. این بسیار واضح است، گفته شده. خود سربازا شکایت میکنن، سربازا شکایت میکنه که بر ما نان نمیرسه، ما با هفته ها هفته گوش نمیباشیم. حتی یک وقتی ما خودم شنیدم که در چیزی گفت که ما رفتیم از پوسته پایین شدیم، از خانه ها نان جمع کردیم. این رو ما شنیدم در رادیو آزادی که یک سرباز گفت. از همین خاطر است که برای از اینکه فساد از بین بره در وزارت داخله چند کار بسیار مهم است. اول لوجستیکش اصلاح شد. چرا فساد اصلی در موج است. اول او باید اصلاح شود. اشخاص بسیار پاک نفس، اشخاص متعهد کم نیست در افغانستان. خطر ایجاد نموده. فساد در بخش لوجستیک، در بخش یاشه باطه اینا که یک تعداد از او مسئولین وطن فروش که او پولیسی که در او جبهات جنگ می جنگه، از گوشت از او، از نان از او، از او از او، حتی از میوه از او دوزی میکنن با تبانی با امو قراردادی های مافیا که امیال ما و شما در جریان هستیم. فساد در سطوح وسطی و بلند در وزارت داخله به صورت گسترده وجود داره. ایجاد ریاست امنیت داخلی در 8 ماه گذشته ما فکر میکنیم یک اقدام نیک است که بتانه افراد آلوده با فساد در قطار پلیس و من حیث پلیس که کار میکنن اونا را به پنجه قانون بسپاره. به اساس گزارش های ما ریاست امنیت داخلی وزارت داخله بیش از 700 نفر دستگیر کردن از منصوبین پلیس که متهم به فساد هستند و این میتونه که او معافیت از مجازاتی که در وزارت داخله به وجود آمده ایره بشکنه. اما این نیاز به همکاری سارانوالی و محاکم داره تا این پرونده ها به موقع بررسی شود. با این همه رئیس کمیسیون سم شکایت مجلس نمایندگان میگوید هیچ نوع اصلاحات بنیادی در وزارت داخله صورت نگرفته است و تنها تغییر و تبدیل بر اساس روابط و به منظور اشغال وظیفه صورت میگیرد، نه برای انجام درست کار و بهبود وضعیت در وزارت امور داخله. یافته های این کمیسیون هم نشان میدهد که در بخش لوجستیک، تعمیرات، البسه و نان نیروهای امنیتی مشکل جدی وجود دارد و فساد گسترده ای صورت میگیرد. ما
اگر شاهد ازی باشین به جز ازی که امو روابط شخصی کسایی که اینا را بایس قماندان میگمارن و تعیین میکنن یا امری نوزه یا امری امنیت، اینا به اساس روابط شخصی میشن نه به اساس لیاقت و شایسته سالاری، و اینا هیچ نوع مبارزه نکردن. امیال شما در ولایت ها برین، ما در ولایت ها چون ما کمیسیون ما یک کمیسیونی هست که با تمام مردم سر کار داریم، حتی با ارگان های امنیتی که مسئولین پایین رتبه از اینا سرباز و سایمنصب با ما تماس میگیرن و زنگ میزنن، از یاشیشان مشکل دارن، از البسیشان مشکل دارن، از تحکیماتشان مشکل دارن. بارها ما ایران با اینا شریک ساختیم، اما متاسفانه اینا یک قماندان به می ارتباط برطرف نکردن، یک مدیر لوجستیک به سرانوالی معرفی نکردن که اینا خیانت کردن به ارتباط یاشه پلیس، به ارتباط تحکیمات پلیس یا البسی پلیس. پس به این اساس ما ایر احساس میکنیم که اینا همدست اینمی کسایی که فساد میکنن همدست هستن. اگر همدست از اینا نیستن دو حالت هست، یا همدست هستن یا بیکفایت هستن. بیکفایتی هم همین همدستی از اینا میگه، وقتی که اینا از حق یک سرباز که در او جبهات سرد جنگ و گرم آتش میسوزن و اینا دفاع کردن نمیتونه و او را امو مسئولش، قماندانش یا با قراردادی دوزی میکنه، ولی با جای شرم از به او مسئول وزارت داخله یا رهبری وزارت داخله که ادعا میکنه که ما مبارزه با فساد میکنیم. آگاهان نظامی میگویند در بستن قراردادها خدمات لوجستیکی، ساخت و ساز و تحکیمات نیروهای پلیس و در بخش تعینات این وزارت موجودیت فساد گسترده مالی بیداد می کند و اگر به آن توجه نشود نیروهای امنیتی برای مردم مشکل ساز می شود. وقتی که سرباز می بینه که در بالا فساد است، وظیفه خود انجام نمی ده. وقتی که می بینه که در بالا به اصطلاح ما شما خوشخوری است، او وظیفه خود درست انجام نمی ده. از این خاطر است که این چیزایی را که ما بر شما عرض کردم که مسئله قومی، لسانی، بس تنظیمی، این مسئله زورمندی و اینا تا که از بین نره و سیستم معافیت از بین نره، تا وقتی فساد می باشه و رشد هم میکنه. سیستم معافیت فعلا چگونه ادامه دارد در پلیس؟ معافیت بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه در اینجا شخص گناهکار، شخص مجرم نسبت واسطه وسیله که داره حتی از زندان رها میشه، حتی از زندان رها میشه، تعقیب نمیشه. بسیار ما شنیدیم، از بسیار کلانا شنیدیم، از می اشخاص بسیار صادق وزارت داخله، افسران مستقی وزارت میگن که ما میشناسیم کسایی که فساد میکنه، کسایی که دزدی میکنه چیزه، اما مربوط یکی از زورمند یا در خود دولت است ریشش هستیست، یا در اپوزیسیون است ریشش هستیست، از این خاطر ما اقدام کردن نمیتونیم. از این خاطر است که ما اقدام میشناسیم، خوب میشناسیم که نمی آدم دوز است، آدم کش است، اختطافگر است، مگر به کسی وابسته است از او دفاع میکنه. یک مسئله دیگه هم ما یک تعجب میکنم، اینا دزده گیر میکنن میگن که 12 نفر دزده گیر کردیم، 5 نفر دزده موتر گیر کردیم، اما رویش میپوشن و بخاطر چی؟ بگذار که او مردم رسوا شد و مردم ببینه، مردم عبرت کنه. چرا مردم به قانون میسپاری؟ بخاطر از اینکه دیگاه عبرت بکنه به مو فعل که نظم دیسپلین جامعه را میبره، جامعه را بی ثبات می سازه، اونا را پنهان نگاه میکنه. چه ضرور؟ ضرورت هزی چیه؟ خب گیرم که امیره یک اشتباه گیر کردی، نه؟ وقتی که اعلام شد اشتباه شد، به حیثیت ازو کدام ضرر نمی رسه. اشتباه به حیثیت که ضرر نمی رسه. ولی اینی که روی شپوت میکنی دیگر مردم صدا میکنه، نه کلی میگه روی شپوت میکنی دیگر پیسی شمی گیره لایش میده. مبارزه صورت گرفته، این مبارزه که صورت گرفته یک اراده قوی است که مبارزه با فساد صورت گرفته، اما این خیلی مبارزه با فساد زمان بر است. یک چیز فراموش نکنیم که مبارزه با فساد اول اقدام وقایوی می خواهد،
دوم اقدام مجادلوی می خواهد و سیوم اقدام معاونه می خواهد. ما اگر بیاییم در بخش اقدام وقایوی، باید یک افسر که تکفلدار ایاشا و ایواته فامیل خود است، در نتیجه یک بررسی علمی نیازمندی فامیلی افسر بررسی شود. متناسب به مصرف ماهواری همی فامیل باید برش ماشته اینجا. در اینجا ای اعتماد به نفس پیدا میکنه. ای کار صورت نگرفت. ما یک کشور فقیر هستیم. معاش ما توسط جامعه جهانی داده میشه. و همچنان ما این یک افسر باید بتانه از طرف دولت به قسط از آغاز ماموریت خانه بگیره، خانه داشته باشه تا به اخیر از معاش ازی به اقساط وضع شوه و این در وقت از آغاز میفهمه که من صاحب خانه میباشم و از این پولی که داره پس انداز کنه یک مترک هم داشته باشه. این مسئله را تا به اکنونه به شکل دقیق سرش تمرکز صورت نگرفته. موضوع دوم مسئولیت شغلی است. این یک افسر بفهمه که من چه وقت مقرر میشم، با چه امتیازات و چه وقت متقاعد میشم و در وقت که تقاعد میکنم چه چیز میداشته باشم. از قبل باید بدانه. این کار صورت نگرفته. موضوع دیگه مسئله وقایوی او عبارت از این است که پلیس در چوکات سیستم امنیتی تنظیم شد. حال وزارت امور داخله و سایت مربوط به پلیس چی کرده؟ جی پی آر اس نصب کرده. این خودش یک مبارزه با فساد است. از سوی هم وزارت امور داخله میگوید میلیون‌ها افغانی از سوی شماری از کارمندان ملکی و نظامی وزارت امور داخله اختلاس شده است. این وزارت با ارائه سندهای در این باره میگوید که تنها در یک سال پسین 725 تن از کارمندان این نهاد به اتهام اختلاس بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. با گفته این نهاد هنوز هم عناصر فاسد در پلیس وجود دارند که باید شناسایی و بازداشت شوند. موارد درشت این سندها نشان می‌دهد که 9 تن از کارمندان فرماندهی پلیس پروان به اتهام اختلاس 1,480,442 افغانی برای اعمار دو پاسگاه امنیتی بازداشت شدند. مسترخان عدل، معاون ملکی فرماندهی پلیس هلمند به اتهام اختلاس 200,034,789 افغانی بازداشت و در کنار آن مدیر تامینات، اعضای مدیریت جنایی هیئت، آمر مخابره و عضو خریداری هیئت نیز در پیوند به غفلت وظیفه‌ای بازداشت شدند. 3 تن از هیئت معاینه در فرماندهی پلیس کنر به اتهام تعلل و غفلت وظیفه‌ای در رابطه به اختلاس 1,312,380 افغانی بازداشت گردیدند. 6 تن از مسئولان فرماندهی پلیس کنر به اتهام اختلاس 176,060,017 افغانی به منظور حفر 24 چاه آب آشامیدنی بازداشت شده و یکی از مسئولان دیگر هنوز فراری است. 6 مسئول فرماندهی پلیس جوزجان به اتهام اختلاس 1,149,566 افغانی بازداشت شدند. معاون ملکی فرماندهی پلیس خوست به اتهام اختلاس 906,790 افغانی بازداشت شده است. تا یک سال گذشته به تعداد 725 تن از کارمندان وزارت امور داخله که او کارمندان ملکی و نظامی است، این توسط امنیت داخلی وزارت امور داخله دستگیر شده. در این جمع به تعداد 19 دوسیه میلیونی است که او هم توسط امنیت داخلی وزارت امور داخله در می مدت دستگیر شده. متاسفانه هنوز هم حلقات و عناصر مفسد وجود داره که در درون پلیس است. اطمینان ما بر شما و سرک شما مردم افغانستانی است که ما تمام این حلقات و عناصر از صفوف مقدس پلیس برمی‌داریم. خب متاسفانه فرهنگ ارفاق در نظام حکومتداری افغانستان
وجود داره و با وزارت داخله از او مستثنا بوده نمیتونه. اما این استثناءات باعث صدمه بسیار کلان در روند حاکمیت قانون و تطبیق عدالت هست. ما فکر میکنیم که افشای کسانی که تخطی میکنن از امور قراردادها، کسانی که گوشتی درست به نیروهای امنیتی تهیه نمیکنن، کسانی که به عوضی گوشتی با کیفیتی مثلا گوسفند یا سایر دیگه حیوانات، مثلا ما خبر شدیم که گوشتای مثل سگ و یا خر چیزا خرید فروش شد. اینها همش نشان میده که وزارت داخله یا توانایی مقابله با این مافیا نداره و یا تعهدی بسیار کلان در زمینه مبارزه علیه فساد اداری و تأمین دسترسی به اطلاعات نداره. شما ببینین وزارت داخله با این قدرتی که داره باید توانایی مقابله با مافیای قراردادها رو داشته باشه. اما ما در چند مورد دیدیم که افشا شد، مثلا قراردادهای بیشتر از 200 میلیون افغانی که بود با قرارداده گوشت، اونها افشا شد. اما توقعی مردم از وزارت داخله، از رهبری جدید وزارت داخله بیشتر است تا اصلاحات به صورت بیشتر عملی شود و با مردم در روشنایی و اصلاحات قرار داده شود. شما به هر اندازه ای که اصلاحات در اداره به وجود بیارین، اما دسترسی اطلاعات برای مردم کم باشه، خبرنگاران آگاه نباشن و مردم آگاهی نداشته باشه از جریان اصلاحات، باز هم یک نتیجه خوبی نداره. خب اصلاحات برای بهبود زندگی مردم است، بهبود اداره است، تا خدمات اداره بیشتر شود. وقتی مردم از این خدمات راضی نباشند و آگاهی نداشته باشند، طبیعی است که باز ما نتیجه نهایی که یک حکومت داری خوب و یک ثبات سیاسی هدف اساسی است به اون نمیتونیم برسیم. فعلا مبارزه با فساد یک اراده هست که به شکل تدریجی توسط رهبری وزارت داخله و توسط افسرهای صادق وزارت داخله ای تنظیم شده. ای اراده وجود داره و ای اراده بالاخره به فعل هم بدل شده. اما به خاطر از اینکه ما بتانیم ای را به حدی تقلیل ببخشیم که مردم افغانستان شاهد فساد اداری نباشند، این تنها در لایه وزارت داخله نیست، این در لایه های مختلف نظام است. باید ما اینی تمام ادارات همگی در جهت مبارزه با فساد مومد یک دیگر باشند، تعاون داشته باشند. این تعاون باید تعریف شود. در وزارت داخله تعداد افراد دستگیر شدند در عنوان ای که اینا مظنون هستند به جرایم فساد اداری. اما باید ما سری از این مسائل با اینمی امکانات حمله کنیم که مرز کردم. اگر ای را به شکل از این ما تنظیم کنیم که اسباب وقایوی تضعیف باشه و ما اسباب مجادلوی را تقویت بکنیم، این بی‌تناسب میه. بارها وزیر داخله ادعا کرده که من مبارزه میکنم با فساد، اما من میگم که نه، تو با فساد مبارزه نمیکنی. من منعیس نماینده مردم، منعیس رئیس کمیسیون سهم شکایت برات میگم که ده ها عرایض مردم پیش ما آمده، صد ها دریوار و ترانسپورت پیش ما آمده که ما تمام مشکلات رای ما یک موتر شما سعی کنین از هرات تا کابل 70,000 افغانی محصول میخوره. محصول چی؟ که باجگیری های پلیس است. ایرا از امید چوک ارغندی گرفته تا دروازه خود میرداوت هرات اینمی تو میگیرن. ولیکن ما بارها با موین ارشد با وزیر داخله به میان گذاشتیم که وزیر صاحب اینی مناطقت پیسه میگیره. خب پس هیچ کس ما ندیدیم که اینا به سارانوالی معرفی کرده باشه. ما ندیدیم که یک مسئول حکومتی یا قماندان تولای، قماندان کندق، قماندان لوای پلیس یا آمر امنیت در اینا در سارانوالی معرفی کرده باشه که اینی به اساس اینی شکایت مردم بوده اینا پیسه میگرفتن. وقتی که ملیس به وزیر داخله به جلسه مشترک ماندم که وزیر صاحب داخله اینی 5,000، 10,000، 2,000، 20,000. خب اینا به ما اساس جلسه مشترک ما موین ارشد قبلی را روان کردن. او را باش شد
بعد از او تا یک جای آمدن که متاسفانه او را برطرف کردن. مو این ارشد دیگه که آمد اونمو پوستا شما باور کنین ما به رخصتی به ولایت هرات رفتیم، باز اونمو دریورا و اونم ترانسپورترا پیش شما آمدن، اونمو پوستایی که 5000 میگرفت حال 10000 میگیره، یک لطه میکنیشه که خواه شما رفتین از دست ما شکایت کردین چی به دست آوردین. با این همه موجودات فساد اداری در وزارت امور داخله هنوز هم از چالش های جدی است. دیدبان شفافیت افغانستان و کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات میگوید که باید وضاحت بیشتر در مورد قراردادها و چگونگی مبارزه با فساد در این وزارت ارائه شود. اما نگرانی این است که هنوز هم وزارت امور داخله میگوید که عناصر فاسد در پلیس وجود دارند، موردی که واکنش مردم، اعضای مجلس و نهادهای جامعه مدنی را برانگیخته است. وزارت داخله قلب فساد در نهادهای دولتی نیز دانسته شده است، نهادی که رهبری آن همواره از تلاش‌ها و برنامه‌هایش در راستای جلوگیری از موجودیت فساد اداری و ریشه‌کن کردن این پدیده در این نهاد سخن زده است.